بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيننده های نهایت گرامی، خوش آمدید به برنامه فرهنگ و تمدن اسلام. بعد از سپری نمودن یک هفته، باز هم خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و امروز هم با یکی از مهمانان بسیار خوب ما، جناب استاد اسدالله سعید، خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و امیدوار هستیم که تا اخیر برنامه بیننده برنامه ما باشید. و امروز در ارتباط به موضوع اهداف و مقاصد شریعت صحبت هایی را می داشته باشیم و انشاءالله یک برنامه بسیار مفید خواهد بود. جناب استاد، به برنامه خوش آمدید. بسیار تشکر. سلامت باشید. زنده باشید. قسمی که عنوان برنامه را من اهداف و مقاصد شریعت گفتم، یقینا که شریعت به خاطر رعایت و نگهداری مصلحت انسان ها به میان آمده، به خاطر از اینکه انسان ها خوب زندگی بکنن، خوب معیشت داشته باشند در دنیا و آخرت. بنان من میخوام که مفهوم و معنی مقاصد و اهداف شریعت از زبان شما بشنویم. بسیار تشکر جناب استاد مرادی، خاطر موضوع بسیار مهم و خوبی که شما تعیین کردید. سلامت باشید. ما وقتی که انسان را و اسلام را و شریعت اسلامی را مطالعه میکنیم، در اونجا ما و شما به اساس آنچه که در تعالیم دین مقدس اسلام میبینیم، این است که هیچ چیزی را الله متعال در این دنیا عبث و پوچ و بیهوده خلق نکرده. یقینا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان میکنیم که ما گمان میکنید که شما را عبث و بیهوده و پوچ آفریدیم؟ نه، چنین نیست، هرگز. پس آفرینش ما انسان ها هم یک هدف و مقصد داشته. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما را که خداوند آفریده، در ورای ازی یک هدفی بوده و یک مقصدی بوده که بارت از عبادت است. یا وقتی که الله متعال در قرآن کریم به صورت کلی خلقت زمین و آسمان را بیان میکنه، میکه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت زمین و آسمان و بالاخره در اختلاف شب و روز آیت ها و نشانه های از برای کسانی که صاحب خرد هستند. خداوند با اینمی آیت و با اینمی آیاتی که در قرآن کریم موجود است، گویا ذهن انسان را و عقل بشر را مخاطب قرار میتومیه که شما هیچ چیزی را که در این دنیا مرتکب میشین و هر چیزی را که خداوند در این دنیا خلق کرده، یک هدف داره، یک مقصد داره و باید ما به هدف و مقصد از او پی ببریم. بله. به همین منظور علمای شریعت یا آمدن و گفتن که وقتی هر چیز در این دنیا یک مقصد داره، انسان که خلق شده یک مقصد داره. بله. زمین و آسمان که خلق شده یک هدف در پیشش است، یک مقصد در پیشش است. و حال انبیای را که الله متعال به ما روان کرده و شریعتی را که به ما الله متعال فرستاده، مقصد اینمی چی هست؟ بله. در حقیقت مقصد شریعت یا مقاصد شریعت یک بخشی است. بله. یک علمی است که به هدف، به حکمت و به فلسفه شریعت اسلامی میپردازم. ما وقتی که مقاصد شریعت را مطالعه میکنیم، در اونجا میبینیم که چرا خداوند متعال اینمی شریعت را فرستاده است. بله. علت از چی بوده؟ علمای اسلام از زمانهای بسیار گذشته به اینمی فکر بودن و جوابهای را هم برش پیدا کرده دانستن. یکی از علما میگه و میگه که مقصد شریعت حفظ دین است. بله. چرا؟ به خاطر که اینقدر انبیا که آمده، اینقدر رسولان که آمده، ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، به خاطر چی؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. بله. تا که به سوی الله برگردد، دین خود را به خاطر الله خالص بکنه و دین باید حفظ شود. بله. دین باید از دست بشر نره. پس یک هدف شریعت، علما گفتند که همانا چی هست؟ حفظ دین است. در پهلوی دیگر ما و شما میبینیم که الله متعال احکام را فرستاده و امر فرموده که ما نباید انسان را به قتل برسانیم. بله. و یا اگر کسی کسی را به قتل رسان، باید قصاص شود. ولکم فی القصاص حیات. بله. در قصاص برای شما حیات است، زندگی هست. و یا باید انسان به قتل نرسه، کسی که یک انسان را بیگناه را به قتل میرسونه. بله. مثل که همه انسان ها را به قتل رسانده باشه. بله. پس علما آمدن و استخراج کردن و گفتن که یک هدف دیگری از شریعت حفظ جان است. بله. شریعت آمده تا جان انسان ها مسئون بمانه، تا جان انسان ها حفظ شود. بله.
و در جای دیگر میبینیم که الله متعال گفته که شما به زنا نزدیک نشین، ولا تقربوا الزنا. در جای دیگری آمده که اگر کسی زنا کرد از زانیت و از زانی فجلدو. بله، این را باید ما مجازات بکنیم. خب اینمی حکم به خاطر چی آمده؟ فلسفه ای که در پشت اینمی حکم بوده عبارت از حفظ نسل بشر است. بله، نسل بشر باید حفظ و مسئول بمانه. البته بعضی از علما باز از امی آیت ها تفاسیر هم میکنه که گویا یکی از مقاصد شریعت در پهلوی حفظ نسل، حفظ نسب هم است. بله، مثلا امام فخرالدین رازی به جای حفظ نسل اصطلاح حفظ نسب را استفاده میکنه تا نسب انسان ها گدواد نشود. بله، به اساس یک تسلسل امی نسل بشر و نسب بشر امیر خم ادامه پیدا بکند. و این علت برخی از علت نزدیک نشدن به زنا شاید باشد دیگه. بله، بله، یکی از علت ها یا یکی از مقاصد شریعت امی است. خب بالاخره امیر خم در آیت های قرآن وقتی که علما تفحص کردند، اونها وقتی که تدبر کردند، دیدن که گفتن مقصد شریعت یا مقاصد شریعت پنج چیز هست. بله، امام غزالی کسی بود که می مسئله را برای بار اول مطرح کرد. گفت شریعت آمده به خاطر ای که دین، عقل، مال، جان و نسل بشر باید حفظ شود. به خاطر اینمی مقاصد خمسه شریعت اسلامی آمده. و کسی که نظر را بار اول داد امام ابو حامد غزالی یا شیخ الاسلام امام غزالی بود. علمای اسلامی از زمانه های بسیار قدیم و سابق در اینمی فکر بودن که وقتی ما قرآن کریم را مطالعه میکنیم و آیات را، آیا همه آیات قرآن کریم تعلیل پذیر هستند یا نیستند؟ یعنی هر آن چیزی را که ما در قرآن کریم میبینیم در پشت از او یک مقصد نهفته یا نه نهفته. ای از خیلی سابق میان علمای اسلامی مورد بحث بود. بعضی از علما گفتند که نه خیر، ما هر آن چیزی را که در قرآن کریم میبینیم یا هر ارشاد و فرموده دینی که است ضرور نیست که در پشتش یک علت و مقصد بوده باشد. مثالش را دادن که مثلا رکعات نماز، ما دقیقا مقصدش را نمیفهمیم که چرا نماز صبح دو رکعت فرض است. بله، حکمتش، علتش، فلسفهش و مقصدش برای ما معلوم نیست. بله، بنان هر حکم شرعی مقصد ندارد. مثالش به این میمانه که اگر یک طفل باشه، مریض باشه و پدر و مادرش او را واکسین بکنه، پیچکاری بکنه، شاید اونمو طفل در این فکر باشه که پدر و مادر در حق مک ظلم میکنه. بله، مرا پیچکاری میکنه، ولی هدف را و مقصد را و فلسفه اونمی پیشکاری پیش پدر و مادر مشخص است. بله، چی است. اما طفل او را کشف نکرده. بله، شاید مقاصد باشه که ما او را کشف نکرده باشیم و شاید مقاصد باشه که با مرور زمان ما او را کشف بکنیم. بنان یک طبقه از علما گفتند که ضرور نیست که هر حکم خداوند و هر حکم الهی مقصد را هم بله، در پشتش داشته باشه و ما باید او را کشف بکنیم، مثل تعداد رکعات نماز که ما گفتیم. اما عده دیگری از علمای امت اسلامی آمدن و گفتن که نخیر، چنین نیست. ما در هر چیزی که در قرآن کریم میبینیم حتما و حتما یک هدف در پشتش است. بله، حتما. حتی قصه های قرآنی. بله، قصه هایی که در قرآن کریم است، ما میتونیم یک حکم را، یک قاعده را و یک اصل را و یک مقصد را از اون ما استنباط بکنیم. بله، مثالش هم دادن در سوره کهف وقتی که داستان حضرت موسی و خضر علیه السلام است که بله، در اونجا در یک مقطع ما میبینیم حضرت خضر علیه السلام کشتی را یعنی ضربه میرسانه تا که بالاخره کشتی حرکت نکنه. بله، علتش چی بود؟ فلسفیش چی بود؟ فلسفیش این بود که دورتر از دریا یک گروه از دزدا بود و ممکن امی کشتی را و اموال مسافران را ضربه میزد. بله، علما آمدن و از اینمی قصه قرآنی یک قاعده فقهی را ساختن. بله، و او قاعده اخف ضررین است. وقتی که مسلمان ها و یا یک مسلمان با دو ضرر مواجه شود، باید ضرری که خفیف است و اخف است اونمو را قبول بکنه، ضرری که کلان است و خطرناک را دفع بکنه. یعنی اونها گفتن که حتی در قصه های قرآنی ما میتونیم که فلسفه را پیدا بکنیم و چنین نیست که آن چیزی که در قرآن کریم است یک مقصد و یک هدفی نداشته باشد. الله متعال یک ذات حکیم هست. بله، در قرآن کریم بیشتر از 90 جای لفظ حکیم به کار برده شده. بله، و حکیم باید حکمت داشته باشه. لازمه بله، حکیمی است که باید حکمت در اونجا باشه و بله، حکمت را که وقتی ما در شریعت میخوانیم اونمو مقصد شریعت است. بله، اونمو هدف شریعت است، اونمو رمزی است که شریعت بله، در خود نهفته. بسیار زیاد تشکر جناب سید صاحب. واقعا زمانی که انسان در ارتباط به اهداف و مقاصد شریعت بپردازه، موضوعات خیلی زیاد دیگری هم در ذهن آدم خطور میکنه.
ولی امو پنج چیزی که شما بیان کردید واقعا اسلام عزیز به او خیلی اهمیت میده. دوست عزیز میریم به سوی یک وقفه، دوباره برمیگردیم. خوش آمدید بیننده های نهایت گرامی، برنامه فرهنگ و تمدن اسلام است و امروز ما در ارتباط به اهداف و مقاصد شریعت صحبت های سعید صاحب را میشنویم. جناب سعید صاحب، در ارتباط به صحبت های قبلیتان، واقعا آن چیزهایی که شما بیان کردید خیلی جالب بود. یکی از سوالاتی که در ذهن بیننده شاید خطور بکند ای است که یعنی خداوند وقتی که هر چیز آفرید مجبور بود باید که برای هر کدامش علت و مفهوم و معنی را هم داشته باشد، و اگر داشته باشد به لحاظ از این که مجبوریت و یایی که چرا خداوند به این ضرورت پیدا بکنه هر چیز را بنا به یک علت آفریده باشه، امی یک موضوع را باز بعد از او اگر صحبت هایتان تکمیل بکنه. درست است جناب مرادی صاحب، ما پیشتر هم اشاره کردیم که سنت الهی در آفرینش همین دنیا طوری بوده که هیچ چیز را عبس و پوچ و بیهوده نیافریده. بله. یک حکمت باید در پشت از او بوده باشه، ولی او هر چیز اگر بوده باشه. بله. من به ادامه صحبت هایی که پیشتر میخواستم به او هم اشاره بکنم، یکی از سخنان بسیار مشهوری که در باب مقاصد شریعت منصوب به امام ابن قیم جوزی رحمه الله است. بله. اونا میفرمایند که همه هدف شریعت را و تمام مقاصد شریعت را اگر ما خلاصه بکنیم ممکن در یک جمله ما او را خلاصه بکنیم، اوی است که شریعت اسلام آمده به خاطر مصلحت معاش و معاد بندگان. بندگان. بله. یعنی شریعت اسلامی به این خاطر آمده تا برای انسان ها، برای بندگان خدا آن چیزی که به نفعشان است. بله. آن چیزی که به مصلحتشان است او را برش جلب کنه. بله. و هر آن چیزی که به ضرر و به نقص بندگان خداست او را برش دفع بکنه. پس جلب فایده و منفعت و دفع مضرات و هر آن چیزی که به ضرر و به نقص بشر و انسان باشه، اینمی مصلحت انسان است و این شریعت تأمین میکنه، و امی منافع و امی مصلحت هم در دنیا به درد انسان میخوره و هم در آخرت به درد انسان میخوره که شریعت به خاطر تأمین هر دویش آمده. بله. پس اگر ای تو گفته شود که اون مصالح و مقاصدی که شریعت مد نظر گرفته کدام ها هستند؟ بله دقیقا، ما و شما در بخش اصول فقه وقتی که از مصالح انسان ها و از مصالح بشر و مسلمان ها وقتی که ما صحبت میکنیم، در اونجا بعضی مصالح است که به این دنیا به درد ما میخوره و بعضی مصالح است که به اون دنیا به درد ما میخوره. به طور مثال یکی از مصلحت هایی که انسان ها به اون نیاز دارن مصلحت دیانت هست. بله. مصلحت دین است. دین در زندگی انسان معنا میبخشه، دین در زندگی انسان مقصد و هدف و روش زندگی را برش تنظیم میکنه. بله. و یا به صورت کلی اگر بگویم یکی از خوبی های دین در زندگی ای است که تنظیم میده زندگی انسان ها را. بله. پس در جامعه که اگر دین و تعالیم دینی مثل که الله متعال از انسان ها میخواه که او را تطبیق بکنه، در او جامعه دیگه بیبندوباری نمی باشه. بله. در اونجا اخلاق حکم فرما می باشه، در اونجا رابطه خیلی خوب با الله متعال می باشه و پیشرفت دنیا و آخرت می باشه. بله. من پیشتر به یکی از نقاطی که به شما اشاره کردم، الله متعال یکی از علتهایی که از فرستادن قرآن کریم را بیان میکنه میگه که یهدی الی الرشد. قرآن کریم فلسفه و حکمتش ایست که به طرف رشد و توسعه و انکشاف و پیشرفت، امروز که لفظ دیولپمنت برش استفاده میشه، به خاطر اینمی در حقیقت شریعت آمده. پس دیانت و رابطه خیلی خوب با خداوند و ایمان ای یک مصلحت بشر است. بله. و ای مصلحتی است که هم به درد دنیای انسان میخوره و هم به درد عقبای انسان میخوره. بله. باز هم اینجا مرا به ذهنم سخنی از امام ابن قیم جوزی رحمه الله آمد و او میگه که انسان به دین و به ایمان نسبت به خوردن و نوشیدن و حتی اکسیژن نیاز بیشتر داره. بله، بسیار زیاد تشکر سید صاحب. اگر در ارتباط به تاریخچه مقاصد و اهداف شریعت بر بگردیم به کجا میرسیم؟
جناب مرادی صاحب، ما شما وقتی که قرآن کریم را و شروع حرکت و نهضت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مطالعه میکنیم، در اونجا میبینیم که کتاب قرآن، کتابی را که الله متعال نازل کرده، یک کتاب مقاصدگرا هست، یک کتاب مقاصد نگر هست. حتی وقتی قرآن را باز میکنیم در صفحات اولش میبینیم که ذالک الکتاب، اینمی کتاب را خداوند فرستاده. چرا فرستاده؟ خدا للمتقین، مقصدش را خدا بیان میکنه. یا در جای دیگر الله میفرماید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى، هی اقوى. یعنی اونجا هم خداوند علت و فلسفه فرستادن قرآن را بیان کرده. پس اگر ما بیاییم از تاریخچه و تاریخ علم مقاصد شریعت بحث بکنیم، در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقاصد شریعت وجود داشت. در امونجا احکامی که صادر می شد، آیاتی که نازل می شد، مقاصدی بودن. بله. مقصد و هدف را حتما در پشت خود داشت. بعد از او مختمه شما سنت پیامبر علیه السلام را میبینیم، اونجا هم کلمات و روایات با پیامبر علیه السلام میرسه که مقصد در پشت خود داره. بله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلام میفرماید که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حکمت و مقصد بعثت ما ای است که مکارم اخلاقی را به مو اتمام و به اکمالش بالاخره ما برسانم. پس مقصد و هدف یک چیزی در عصر خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. اینمی حدیث را که ما با شما قرائت کردم، برخی از علما حتی میگن که مقاصد شریعت را ما نمیتونیم در مقاصد خمسه انحصار بکنیم. بله. که مقاصد شریعت فقط و فقط امو پنج چیزی که پیشتر ما گفتیم امو است، بدون ازی هیچ چیز دیگری نیست. بعضی ها میگن که استقرار اخلاق در جامعه ای خود یک هدف دیگری از شریعت است، چون پیامبر علیه السلام گفته. بعد از عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، وقتی که ما و شما میایم به عصر صحابه، در اونجا هم میبینیم که مقاصد شریعت وجود دارد. مثلا در عصر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، یک کسی دزدی میکنه، حد سرش جاری نمیشه. علتش پرسان شد که چرا؟ چون سال قحطی بود. بله. سال خشکسالی بود، همگی فقیر بودن و دارالخلافه یا امو حکومت اسلامی نمیتونست که مشکلات مردم را حل بکنه. بله. و به نحو یک شبهه بود، یک روایت هم است که ادرا الحدود به شبهات. با دیدگاه مقاصدی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نسبت به اینمی قضیه داشت، حد سرمو دوست جاری نشد. یا در جای دیگر وقتی که مسائل طلاق مطرح شد، حضرت عمر رضی الله عنه در عصر خودش یک حکم را آورد، گفت که امی طلاقنامه در اخیر باید یک مهر گذاشته شود. بله. ما شما که امضا میکنیم باید امضا در اونجا باشه. و طبعا به اساس مصلحتی که در اون وقت حضرت عمر رضی الله عنه دید، امی حکم را به مردم داد من حیث یک حاکم مسلمان. خب آهسته آهسته رفته در عصر تابعین و تبع تابعین، مقاصد شریعت امی مفهوم نزد همگی جاری و ساری بود، تا ای که ما و شما میایم در عصر یک کسی به نام امام الحرمین، امام جوینی رحمه الله. اینها استاد امام غزالی رحمت الله علیه هستند. امام جوینی کتابی نوشته کرد به نام البرهان، و در اونجا ما به بار اول میبینیم که همان چیزی که در قرآن و در روح اسلام و در تعالیم پیامبر علیه السلام هست، اینها او را نامگذاری میکنند. بله. در کتاب البرهانش کلمات مثل قصد را، بله، مثل مقصد را، مثل مقاصد را، بله، مثل غرض را و مثل اغراض را در کتاب خود جابجا میکنه. بله. و در اونجا او میگه که باید ما مقاصد شریعت را زنده بکنیم. و یک مثال بسیار جالب را هم در کتاب خود میگه که هر چیزی که در شریعت هست حتما و حتما یک فلسفه و یک حکمت داره. بله. مثلا ما شما میبینیم که خداوند جل جلاله روزه را فرض کرده، لعلکم تتقون، نماز را فرض کرده، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حج را فرض کرده، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، زکات را فرض کرده به خاطر که تزکیه شود و تطهیر شود مسلمان ها. پس حتی پنج بنای اسلام را که ما میبینیم، این هم در پشتش یک مقصدی بوده. باز یک کسی به جواب کسی که گفته بود اگر هر چیز در دین مقصد داشته باشه، امی تعمم خیلی چی مقصد داره؟ بله. مراد شریعت از تیمم خیلی چی است که ما پشت هر چیز یک مقصد را نگاه میکنیم. ده. امام جوینی، امام الحرمین در کتاب البرهان جواب میده که خب معمولا سفر یک چیز عادی هست، مردم به شترهای خود در قافله ها میره سفر میکنه و بسیار زیاد با یک موقع، با یک مواقع انسان ها برمیخوره که شاید اونها آب پیدا نکنن. ده.
اگر انسان امیر خم تنبل آمخته شود که برو خی بی وضو هم میتونیم نماز بخونیم، اگر یک نفر امیر خم تربیه شود که ما میتونیم بدون وضو هم نماز بخونیم، بس این آهسته آهسته امیر خم معتاد میشه و بدون وضو نماز خواندن برش یک مسئله بسیار عادی و جزئی میشه و ممکن از هوا و هوس خود پیروی بکنه. پس امام جوینی در امو کتاب خود ذکر میکنه که در تیمم هم حتی یک حکمت و مقصد شریعت نهفته است. بعد از امام جوینی شاگردش ابو حامد غزالی رحمه الله در کتاب المستصفا میایه و بسیار جدی به بحث مقاصد شریعت میپردازه که در اونجا باز تقسیم بندی میکنه، حتی کاتگوری بندی میکنه. ما بعضی از مصلحت های در شریعت داریم که اونها بسیار ضروری هستند، مثل غذا. بدون غذا انسان زنده مانده نمیتونه. یک مصلحت بشر است، یک مصلحت انسان است و دین میخواد که این تأمین شود. آورد امام غزالی گفت بعضی از مصالح انسان ها است که اونها بسیار ضروری هستند، مثل غذا خوردن. بعضی از مصالح بشر هستند که اونها اگر بسیار ضروری نیستن اما حاجت به او داره. مثلا ما شما در یک تعمیر بسیار خوب اگر زندگی میکنیم، مثل در یک خانه داشتن، میتونیم بدون ای که ما یک سقف و خانه داشته باشیم زندگی بکنیم، ولی حاجت برش داریم، نیاز برش داریم. پس حاجیات از ضروریات کرده یک کمی پایین تر است. ضروریات زندگی ما به او گره خورده، در حاجیات میتونیم بدون از او زندگی بکنیم، ولی بسیار مهم است. بله، باز هم سپاس جناب سید محترم. دوستای عزیز، میریم به سوی وقفه، باز هم برمیگردیم و انشالله موضوعات خیلی زیاد دیگر خوب هم باقی هست. برگشتیم بیننده های گرامی، موضوع ما در ارتباط به اهداف و مقاصد شریعت بود و کسایی که جدیدن با ما پیوستن میشه که برنامه را تکرارهایش کش بکنن ببینن، و اگر اون هم نشد میشه که از یوتیوب چینل طلوع برنامه ما را بیننده باشن. جناب سعید صاحب، در ارتباط به تاریخچه من فکر میکنم چیز صحبت باقی هست. بعد از اون میخواییم بدانیم که چرا اینقدر مقاصد و اهداف شریعت خیلی مهم است. دقیقاً ما در تاریخچه مقاصد شریعت به اینجا رسیده بودیم که امام غزالی هم آمد و کاتگوری کرد امی مساله شریعت را به ضروریات و به حاجیات و بالاخره یک مسئله دیگه هم به تحسینیات رسید که ما میتونیم یک چیز تزئینی هست، بدون از اون ما زندگی خود را انجام داده میتونیم و هیچ مشکل یعنی به ما رخ نخواهد داد. بعد از امام غزالی رحمه الله دیگه علما و دانشمندای هم بودند که امی راه را تعقیب کردند. امام عز بن عبدالسلام آمد، امام فخرالدین رازی آمد، و در تاریخ اسلام وقتی که ما شما میبینیم در هر دوره که بحث مقاصد شریعت به باد فراموشی سپرده شده، یک مجتهد، یک دانشمند، یک فقیه، یک اصولی سر بلند کرده و خواسته که دوباره بحث مقاصد شریعت را باید احیا بکنه. مثلا در وقت امام فخرالدین رازی بحث شریعت و بحث مقاصد شریعت یک کمی فراموش شده بود، این دوباره آمد و ازش حمایت کرد و در تاییدش رساله های نوشته کرد، تا ای که بالاخره ما میاییم به عصر امام مقاصد، کسی که امام شاطبی هست. امام شاطبی اندلوسی اینها کتاب نوشته کرد که به بار اول یک کتاب کاملا مختص به بحث مقاصد شریعت شد، کتاب الموافقات. و معمولا آل وقتی که بحث از مقاصد شریعت میشه، هیچ امکان نداره که به دیدگاه ها، به نظریات و به کتاب معتبر الموافقات امام شاطبی اشاره نکنه. و طبعا در اینجا اونها قدم های بسیار بلند را برداشتن. مگر در یک کلمه تاریخچه را خلاصه بکنم، وقتی ما و شما تاریخ مقاصد شریعت را مطالعه میکنیم، بدون شک و بدون تردید ما میتونیم بگوییم که امام شاطبی از پهلوانان سنگین وزن عرصه مقاصد شریعت. سبحان الله. حال اگر برگردیم به سوال بعدی که شما اشاره کردین که اهمیت مقاصد شریعت، چرا شریعت مقاصد شریعت اینقدر مهم است، جناب مرادی صاحب، مقاصد شریعت منظومه فکری ما را میسازه. بله. بسیار تفاوت و فرق کلان است میان آن گروه ها و آن افراد و آن دانشمندان که تسلط و دست بلند در مقاصد شریعت دارند و آن ایده کسایی که در مقاصد شریعت یا نمیفهمند یا به آن زیاد ارزش قائل نیستند. ما در یک کلمه میتونم بگویم که مقاصد شریعت منظومه فکری ما را
تشکیل میده که آیا ما گروه معتدل میشیم، آیا ما گروه تفریطی میشیم، یا آیا ما گروه افراطی میشیم. این تأثیری بسیار کلان نشأت گرفته شده از مقاصد شریعت هست. من میتونم به شما اینجا یک مثال بسیار واضحش را هم بیان بکنم. مثلا در قرنهای گذشته در امت اسلامی یک گروه ظهور نمود به نام گروه ظاهریه، و در رأسشان هم امام ابن حزم ظاهری باصف که یک آدم بسیار دانشمند کلانی بود، اما عیب گروهشان ای بود که تنها به ظاهر نصوص نگاه میکرد. هر متن را، هر نص را، ظاهرش را که میدید به اونمو اکتفا میکرد و مطابق از او فتوا میداد. به این نگاه نمی کرد و خود را زحمت نمی داد که امی نصی که در قرآن کریم آمده، امی حدیثی که وجود داره، مقصد ازی چی هست؟ فلسفه اینمی چی هست؟ شما یک مثالش اگر من شریک بکنم ببینید که اینمی گروه تا چه حد ظاهر نگر بوده. ما شما یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را داریم که آن جناب صلی الله علیه وسلم می فرماید اگر برای یک دوشیزه به خواستگاری کسی آمد و ازش پرسان شد، اما سکوتش به معنای تایید است. بله، به خاطر که شرم و حیا میکنه، علامت رضا خیلی مشهور است، اونمو به معنای تایید است، یعنی چون حیا و شرمش امیره شاید تقاضا بکنه در اون مرحله. این یک حدیث است و ظاهرش امی هست. امام ابن حزم چی میگه؟ ظاهر حدیث را دیده و میگه که پس هر آن دختری که، هر آن دوشیزه‌ای که به زبان گفت که بله من قبول دارم، نکاش نمیشه. بله، چون خلاف ظاهر حدیث عمل کرد. سکوت علامت رضا باید باشه. در اونجا گفته که باید سکوت بکنه. ماله. حال آن که اگر ما و شما از دید مقاصدی نگاه بکنیم، وقتی که سکوت به معنای تایید است، به معنای او کسی که به زبان بگوید، او خوب به مراتب باید به معنای تایید بوده باشه. بدونشه. پس جناب مرادی صاحب از اهمیت و از فواید و از فضیلت های بسیار مهمه که علم مقاصد شریعت داره، او ای است که باید در عصر امروزی خصوصا، بله، کسایی که دعوتگرای دینی هستند باید مقاصد شریعت را بفهمند. کسی که قاضی هست باید مقاصد شریعت را بفهمد. چرا؟ به خاطر که باید قضاوت از او و حکم از او با روح شریعت همخوانی داشته باشه. یک کسی که مفتی است، او باید فقه مقاصد شریعت را بفهمد. اگر ندانه باید فتوا نده. و هر کسی که پژوهشگر دینی است، بر از او بسیار لازم و الزامی هست که باید مقاصد شریعت را بفهمد. بحث مقاصد شریعت تا جای پیش رفته که یک زمان ایره در ذیل بحث‌های اصول فقه، در ذیل بحث‌های اصول فقه مسلمان‌ها مطالعه می‌کردند. حال یک علم مشخص به وجود آمده به نام علم مقاصد شریعت. و علم مقاصد شریعت امین اکنون که ما شما صحبت هم میکنیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسلمان من حیث یک دیپارتمنت در شرعیات خوانده میشه. بله. مثل که ما شما دیپارتمنت فقه و قانون داریم، مثل که ما شما دیپارتمنت تعلیمات اسلامی داریم. بله. به همین رقم ما شما در بعضی کشورها شاهد هستیم که اونها دیپارتمنت مقاصد شریعت را دارن. بله. نیاز هم است. نیاز است دقیقاً. بله. یقیناً. خب مهمترین مقاصد یا مقصد شریعت چی چیزایی میتونه باشه؟ جناب مرادی صاحب در بحث مقاصد شریعت، علمایی که در قرنهای گذشته در امت اسلامی و در تمدن اسلامی اونها بودن، یک بحث بسیار جالبی که میان اونها وجود داشت، او هم بحث مراتب و بحث اولویت بندی میان مقاصد شریعت بود. بله. خب در او زمان آنها فقط به مقاصد خمسه اکتفا میکردن. بله. گفتن که اگر یک زمان ما در یک حالت قرار بگیریم که امی مقاصد بین همدیگر در تکر قرار بگیرن، بله، کدامش را باید ما اولویت بدیم؟ یک زمان است که میبینیم حفظ دین با حفظ جان در یک حالت قرار میگیریم که باید یکیش را انتخاب بکنیم. کدامش را باید ما انتخاب بکنیم؟ این از بحث‌های بسیار عمیقی در مقاصد شریعت بوده. بناهن علما و اصولیون گفتن که در مرتبه بلندتر و بالاتر از همه حفظ دین قرار میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که الله متعال همه انبیا را که فرستاده و الله متعال همه رسولان را که فرستاده، به خاطر ای بوده که اینمی دین حفظ شود. بله. امی شریعت باید حفظ شود. ما و شما یک مرحله را میبینیم که دین در زیر خطر و خدای نکرده نابودی قرار میگیره. اینجاست که الله متعال جهاد را فرض میکنه. بله.
اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. در مسئله که جهاد هست ممکن جان از بین بره، اما چون وقت ما جان را با دین مقایسه میکنیم، دین یک هدف و یک مقصد بسیار والای هست، باید به دین اولویت بدیم. اما هرگز حرفایی که ما میگیم به این معنا نیست که خدای نکرده ما سایر موارد دیگر کم اهمیت جلوه بدیم. بله. یعنی بعد از اینکه ما مسئله دین را میخوانیم که دین یک اولویت بسیار کلانه در مراتب بندی مقاصد شریعت داره، حفظ جان بسیار مهم است. آن چیزی که متاسفانه بعضی وقتا ما میبینیم که در جوامع مسلمان و در کشورهای اسلامی به این چندان توجهی صورت نمیگیره، که عبارت از حفظ جان است. علمای ما در قرنها و قرنها نوشته میکنه که حفظ جان یک مقصد شریعت است. واقعا در ارتباط به این که حفظ جان یکی از مقاصد شریعت است، کوتاهی ها و مشکلات داریم، ولی همین موضوعات برمیگردیم به یک وقفه و دوباره میاییم روی از این موضوع صحبت میداشته باشیم. خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز. در ارتباط به حفظ جان که یکی از مقاصد عمده شریعت اسلامی هست، صحبت های جناب سعید صاحب میشنیدیم. بفرمایید جناب سعید. پس ما رسیده بودیم به حفظ جان که یکی از مقاصد بسیار مهم شریعت اسلامی است. جناب مرادی صاحب، ما شما وقتی که آیات های قرآن کریم را میبینیم، در اونجا یعنی به حیات انسان و به جان انسان و به زندگی انسان یک اولویت بسیار بسیار زیاد داده میشه. خب اگر صحبت این قسم اگر پرسان بکنیم که اگر دین در مجموع یعنی عمومی در خطر باشه، باز دوج یکی از جانا رو باید فدای دین شود. بله. اما در صورت فردی اگر جان انسان در خطر باشه، باز میشه که انسان جان خود حفظ بکنه. همین تو یک موضوع درست است؟ بالکل. ما به این مسئله حالا میخواستم که اشاره داشته باشم. ما اینجا میخوام فقط یک سری کاتگوری اشاره بکنم و بعد از اون مسئله که شما اشاره کردین بفهم ان شاء الله میپردازیم. در قدم نخست ما شما میبینیم که قرآن کریم میگه که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بله. کسی که یک انسان را زنده بکنه مثل که همه بشریت را زنده کرده باشه. در جای دیگر ما میبینیم که الله متعال بر مشرکین قریش یک ایراد میگیره، اونها را تنبیه میکنه که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یعنی به خاطر فقر و به خاطر ای که شما با فقر و گرسنگی و با حالت مسکینی شما مواجه نشین، از این خاطر شما اولادتان را نکشین. اونها انسان هستند، اونها بشر هستند، خداوند اونها را هم روزی میده و خداوند شما را هم روزی میده. در یکی از جاهای دیگر باز ما میبینیم که پیامبر علیه السلام وقتی که در برابر کعبه استاد میشه و میگه که قسم به الله که عرض و آبروی مسلمان در نزد الله متعال به مراتب بالاتر از امید مکان مقدسی که به نام کعبه هست. یعنی تشبیه پیامبر علیه السلام را شما متوجه شدید جناب مرادی صاحب چقدر یک بحث دقیق است. کعبه شریفه از مقدسات ما هست. کعبه شریفه از شعائر دینی ما هست. احترام کعبه احترام دین الله هست. احترام کعبه احترام شعائر دینی مسلمان هاست. و هر کسی که خدای نکرده به کعبه شریفه به احترامی و حد که حرمت بکنه، او از دایره دین خارج میشه. با وصف تمام این می خوبی هایی که کعبه شریفه داره، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عرض و آبرو و جان یک مرد مسلمان به نزد الله گرامی تر از این می کعبه هست. پس ما گاهی که خود باید فکر بکنیم واقعا در جامعه اسلامی انسان را و برادر مسلمان خود را متاسفانه ما به دید یک هست کرده خدا نمیبینیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک جای دیگر میفرماید که المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. یا در جای دیگر میفرماید که المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مؤمن برای مؤمن مثل یک ستون است، یک دیگر محکم نگاه میکنه. همه اینمی تعریف و همه اینمی تعریف و صحبت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده میخواد به انسان و به امتش و به بشریت امی پیام را برسانه که باید انسان ها بین همدیگر عداوت و دشمنی نداشته باشند. اونمو عداوت و دشمنی که ممکن
به خاطر از او جان یک نفر در خطر قرار بگیره. بله. و این مسئله بسیار باز خطرناک میشه. بله. در حدیث دیگر ما میبینیم که پیامبر علیه السلام میفرماید که و قتاله کفر. بله. یعنی هر کسی که با مرد مسلمان یا با یک کسی که اسلام داره و مسلمان هست و مؤمن هست اگر جنگ بکنه، جنگ با او به معنی کفر است. بله. چرا؟ به خاطر که نتیجه جنگ چی میباشه؟ کشتن است. بله. قتل است. یا کشته میشی و یا هم میکشید و جان انسان خدشدار میشه. بله. حیثیت انسان و آبرو و عزت انسان. پیامبر علیه السلام گفته که باید یعنی این نقطه را ما خیلی متوجه باشیم. بله. در ارتباط با جان و قتل انسان صحبت کردی، میخوام این تو بپرسم که امروزه ما که میبینیم اکثر گروه ها و اما نام های پسوند و پیشوند های اسلامی که دارن با یک دیگه خیلی درگیر هستن. آیا درست مقاصد دین و یا که اما اهدافی که شریعت تعیین کرده را درک نکردن یا که قابل ازی است که مثلا هر کس به نفع خود تعویل و تفسیر بکنه او را؟ ممکن هر دو پاسخ درست باشه. بله. ما متاسفانه یک آفت بسیار کلانه که در جامعه مسلمان نه تنها در افغانستان ما شما بلکه جهان در سایر اسلام. جهان اسلام اگر بله. ما شما ببینیم در اونجا ما با انواع مختلفی از آفتها مواجه هستیم. بله. یک آفت چیزی بود که شما اشاره کردین. بله. و او انحصار قرائت هست. بله. یعنی برداشت و تفسیری که من میکنم درست است و به برادر و خواهر مخالف ما عذر نمیتراشم. بله. و او را از دایره دین علیاذ بالله یا خدای نکرده ما خارج فکر میکنم. بله. این درست نیست. اختلاف یک چیز خوبه هست. بله. تفرقه بد است. بله. ما اختلاف را دیدیم که یعنی حتی بین اصحاب پیامبر علیه السلام اختلاف بوده. ما شما در قرآن کریم میبینیم که حتی بین ملائکه اختلاف شده. بله. ما شما میبینیم که بین موسی و هارون علیه السلام اختلاف شده. اختلاف در ذات خود چیزی بد نیست. بله. اما تفرقه چیز مذموم است. یعنی عمود اختلاف فکری، مثل که رنگ ما مختلف است. بله. مثل که چهره ما مختلف است، امیر قمتبن تفاوت در اندیشه ها هم موجود است. بله. عیب در اینجاست که ما بیاییم اختلاف را تبدیل به دشمنی و عداوت بکنیم. بله. در جامعه مسلمان یک مشکل خود متاسفانه همین مسئله‌ای که شما بله. اشاره کردین و یک هدف و یک مشکل بسیار کلانی که متاسفانه موجود است او عدم داشتن دید مقاصدی نسبت بله. به شریعت است. من پسان به این نقطه هم اشاره خود کردم که امروز وقتی که علمای مسلمان و متفکران مسلمان از عوامل عقبانی جهان اسلام را مطالعه میکنن میگن یکی از عوامل عقبانی ما نداشتن دیدگاه مقاصدی یا مقاصد محور نسبت به شریعت اسلامی است. امروز بعضی گروه ها آمدن دقیقا مثل مثالی که پیشتر در ظاهریه و ابن حزم دادم عین کار اونها هم میکنن. بله. یک آیت را وقتی که میخوانن به ظاهر آیت اکتفا میکنن و زود حکم صادر میکنن. ولی باید آدم ببینه او را آیا این آیت عام است، خاص است، آیا این آیت ناسخ است، منسوخ است و بالاخره به صورت کلی کدام هدف و مقصد در پشت اینمی آیت نهفته است. باید این را ببینه. اما متاسفانه گروه هایی که در بعضی کشورهای اسلامی ما شما میبینیم به مقاصد شریعت چندان توجهی نمیکنه. امو است که میبینه متاسفانه در بدری و کشتن و قتل در جامعه مسلمان بسیار زیاد میباشه. بله. بسیار زیاد تشکر جناب سید صاحب محترم. مقاصد شریعت در گفتمان امروزی مسلمان ها چقدر جایگاه و اهمیت دارد و یا باید داشته باشد به نظرتان؟ بله. استاد مرادی، پیشتر یک نقطه را که من اشاره هم کردم، امروز علمای مسلمان درک کردند که بدون داشتن یک دیدگاه مقاصد محور در عصر امروزی برای مسلمان ها بسیار سخت و دشوار است که مبارزه فکری و فرهنگی خود را پیش ببرند. بله، یقینا. بله. یقینا. داشتن یک دیدگاه مقاصد محور و اهداف محور شرعی خیلی مهم است. اما میریم به سوی یک وقفه، دوباره برمیگردیم و این موضوع را انشاءالله بعد از وقفه پیگیریم. بخش اخیر برنامه هست دوستای عزیز و که برنامه را اگر بیننده بوده باشید، ما در ارتباط به
اهداف و مقاصد شریعت صحبت داشتیم در طول برنامه. جناب استاد، مقاصد شریعت بیشتر ما که قسمی که پرسیدم چه جایگاهی را در گفتمان دینی معاصر دارد؟ این موضوع را کمی شما تشریح داده بودید، میشه که تفصیل صحبت های شما را بشنویم. جناب مرادی صاحب، ما به این نقطه رسیده بودیم که بالاخره جوامع مسلمان همشان و اکثر پوهنتون ها به این نتیجه رسیدن که باید حتی یک پوهنزه و دانشکده مشخص را برای بررسی مقاصد شریعت اونها مختص بسازه و اینمی علم در اونجا تدریس شود. در عصر امروزی وقتی که ما و شما بحث مقاصد شریعت را مطرح میکنیم، طبعا نام استاد محمد عبدو به یاد ما میآید، وقتی که اونها عوامل عقبانی تمدن اسلامی را بررسی میکردن و چالش های فکری که مسلمان ها داشتن و پدیده های فکری جدیدی که در غرب ما میبینیم و هر روز میبینیم که چیزهای جدید فکری و معرفتی در جامعه غربی رو به گسترش و رشد و نمو هستند و مسلمان ها متاسفانه نسبت به او یک دید واضح ندارن، گفت نیاز ازیر ما میبینیم که باید به مقاصد شریعت دوباره پی ببریم و اهداف دین را در عصر امروزی ما تعریف بکنیم. اینها از جمله دانشمندانی بودند که بعد از او مثلا علال فاسی رحمه الله آمد، طاهر بن عاشور آمد، یوسف قرضاوی آمد، شیخ شلتوت آمد، احمدی ریسونی و این دانشمندای معاصری هستند که در حوزه مقاصد شریعت بحث میکنه و کتاب ها نوشتن و نوشته های بسیار طویل هم در این عرصه دارند. جناب مرادی صاحب، وقتی که دانشمندان معاصر را ما شما مطالعه میکنیم، اونها اولین کاری که کردن این بود که عصر امروزی که قرن 21 هست، خواسته و طبیعت و روح دین از ما ای را تقاضا میکنه که باید مقاصد شریعت را در مقاصد خمسه و پنج مقصدی که پیشتر ما گفتیم خلاصه نکنیم، بلکه شریعت دیگه مقاصد هم داره. مثلا چی؟ مثلا یکی از مقاصد شریعت ای است که دین و شریعت به خاطر حفظ اخلاق آمده. در سوره حدید آیت اولی را که الله متعال نازل فرموده، در اونجا وقتی که میگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، حکمت و فلسفه و غایت اینمی ارسال انبیا را هم بیان میکنه، در آخر میگه که لیقوم الناس بالقسط، تا در میان انسانها عدالت را جاری بکنن و برپا بکنن. پس یک مقصد مهمی دیگری که شریعت داره عدالت است. ما میبینیم که در جهان امروزی خیلی ها میگن که عدالت مهم است، عدالت مهم است. ما در سنت دینی خود بحث عدالت داریم، بیایم با کمک از فقه مقاصد شریعت گفتمان عدالت را براه پرتیم، چون این چیزی در سنت دینی ما خیلی زیاد هم وجود داره. قرآن کریم که نازل شد، یک نقد بسیار جدی و کلان قرآن کریم بالای مشرکین مکه ای است که اینها چرا تقلید کرکرانه میکنند. حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. وقتی که قرآن و پیامبر برش میگه که شما اینی کار را بکنین، میگه به ما کفایت میکنه آن چیزی که پدر کلان های ما کرده، یعنی عقل خود را به کار نمیپرند. دین و شریعت آمد که عقل اینها را آزاد بکنه، فکر اینها را باید آزاد بکنه. پس یک مقصد شریعت آزادی عقول انسان ها هست، آزادی عقل انسان ها هست. در یکی از روایت ها میاد که پیامبر علیه السلام فرموده ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، افسوس بر حال کسی که حتی قرآن را میخونه ولی در او تفکر نمیکنه. خب کیها تانستن که رای حل پیدا کنن برزی؟ علمای مقاصد شریعت. اونها گفتن که هدف از لاسپیکر ایست که امی صدا به صفهایی که در پشت سر هستن درست برسه، یا مقصد لاسپیکر ایست که باید کسایی که از آزان خبر نیستن، امروز ما شما در شهرها که زندگی میکنیم چقدر بیروبار است و مردم از آزان خبر نمیشه، امی لاسپیکر اونها را خبر میکنه. پس این جایز است، هیچ مشکلی نداره. مقاصد بود و علم مقاصد بود و دید مقاصد محور بود که اینمی معضل و مشکل را رای حل برش پیدا کرده تانست. یا مثلا بعض علما میگن که امروز ما شما شاهد هستیم که سابقا مردم از مسواک خیلی استفاده میکردن، حال برس دندان است. و اگر ما شما دقیقا در احادیث پیامبر علیه السلام ببینیم که مراد از استفاده مسواک در او زمان فقط چوب نبود، چوب کدام تقدس نداشت، در او زمان کدام وسیله دیگری نبود که دندانها را سر از او پاک بکنه. وسیله دیگری وجود نداشت، بهترین وسیله اینمی مسواک بود. حتی بعضی از اصحاب آمدن یک رقم چوبهای درختهای دیگر را پیدا کردن، گفتن یا رسول الله عزیز اجازه است که استفاده کنیم؟ گفت بله، از این میتونه استفاده کنیم. چوب دیگر رقمی بود. حال علمای مقاصدی میگن که اگر یک کسی به اینمی نیت که
ما سنت و امر نظافت و پاکی را به جا میکنیم، این در حقیقت انشاءالله که برای ثواب داره. اینمی نتیجه را به ما شما تفکر مقاصدی میده، چیز دیگری به ما نمیده. و یک مسئله مهمی دیگری که در عصر امروزی علما بیان میکنه که ما در عصر اختلاف و کشمکش هویت ها قرار داریم، یک مقصد شریعت احیا و حفظ هویت است. بله، این چیز در سیرت پیامبر علیه الصلاة و السلام هم بوده. مثلا قبله را که از بیت المقدس به طرف مکه تغییر داد، اینجا هویت دیگری به مسلمان ها داد. هویت مسلمان ها از هویت اهل کتاب جدا شد. یا به طور مثال که پیامبر علیه الصلاة و السلام گفت که شما اگر عاشورا را روزه میگیرین، یک روز پیش یا یک روز بعدش هم بگیرین تا تفاوت شما باشه با مذاهب دیگر. یعنی هویتتان مستقل بمانه، در دیگر هویت ها شما خلط نشین. شریعت این هم یکی از مقاصدش است. بسیار زیاد تشکر. اگر کوتاه بگویی که در این عصر و زمانی که ما نیاز به می چیزها را می بینیم که باید مقاصد شریع و اهداف شریعت باید فهمیده شود و دانسته شود، و پیشتر شما در ارتباط به تعقل و تفکر و اندیشه هم فکر صحبت کردین، چقدر نیاز می دانید که اندیشمندان اسلامی و کسایی که در موضوعات اسلامی تحقیق میکنن یک اتاق فکر و یک جایی باشه که در اوج تمام اندیشه های جدید و موضوعاتی را که نو میباشه به اشتراک بگذارن؟ مرادی صاحب، اینمی یک ضرورت و فریضه کنونی امت اسلامی هست. بله، بالای ما فعلا یک رقم فرض وارد شده که باید به مقاصد شریعت نگاه بکنیم و باید مقاصد شریعت را زیر تحقیق قرار بدیم. بله، و لفظ بسیار جالبی را که شما به کار بردین، باید انجمنهای از این را بسازیم. بله، علما و خبرگان از علوم اسلامی، از فقه اسلامی، کسایی که در اصول فقه، کسایی که در شریعت اسلامی خبره هستن، بیاین یک انجمن را بسازن. بله، امروز ما یک مشکل کلان را میبینیم که بعضی از دانشمندان مسلمان به جای که بیاین اتاق فکر برای تولید مباحث دینی که در عصر امروزی به درد ما بخوره، او را تیار بکنن، میره مثلا حزب سیاسی میسازن. احزاب سیاسی خیلی زیاد است، ولی نیاز همچون اتاقهای فکری بسیار زیاد حس میشه. بله، بسیار زیاد تشکر جناب سید صاحب محترم از اینکه به برنامه آمدید و در ارتباط به اهداف و مقاصد شریعت موضوعات و نکات خیلی ارزنده ای را ارائه کردید. سلامت باشین، تشکر از دعوت شما. ممنونتان. دوستای عزیز، انشالله که از صحبت هایی را که با جناب استاد داشتیم برداشت های خوب کرده باشی و پی از این شده باشید که بری در ارتباط به مقاصد و اهداف شریعت یک جستجو و تحقیق بکنید. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپاریم. الله یار و نگهدارتان.